باید یاد گرفت، سوخت، عبور کرد، رفت، بدون اینکه بدونی که میرسی به کجا. سراب ندیده این راه اومدم. آلبوم زیر 24 ساعت در مجموع 850 کی ویو زده روی 5 تا ترک و میانگین 160 کی ویو برای هر ترک و مطمئنیم که یه دونش هم فیک نیست. بریم برای ترک بعدی که اسم شعر بیداریه، همچین کاوری داره که درختی که بدن است و یک کتاب در هم تنیده شدن و درخت جالب اینجاست که بدنش شبیه نقشه ایران میتونه باشه، یکم که زوم اوت کنیم و در این کتابه هم که به نظر میاد عضو وجود این درخته که جنگیده شده هست، که حالا چیزایی که به یاد میاره خونده یا هر چیزی، یک درختی هست که درخته در یک زمستانیه که توضیح دادن توی ترک‌های قبلی، این زمستانی که حالا هوا ایرانو داره و این داستان‌ها، ولی درخته همچنان ریشه داره و سرپا. این از اینه، بریم ببینیم ترک چجوری هست. این آسمون سالها ستاره دریده، بس بذار رعدش رو صدا بزنیم ها، که زندگی رو واسه اجاره ندی، پرنده ای که پرواز و بی اجازه پرید. این آسمون سالها ستاره دریده، آسمونه اینجا استاره از ایرانه دیگه، هر کی که میخواسته ستاره بشه اینا رو دریدن نذاشتن، پتانسیلایی که داشته رو از نطفه خفه کردن، ستاره ها رو دریده. پس بذار رعدش رو صدا بزنیم ها، اون خشمش رو یا اون روحیه جنگجوش یا اون جنگجوهاشو، که زندگی رو واسه اجاره ندید، پرنده ای که پرواز و بی اجازه پرید. کشیده شد تن قنین ما بارها و تماشا بود نصیب کفتارها، تو هزار زن تو هزار غریب، کنار هزار مرد، فرزند ادام زمین. حالا هوای الان ایران باز داره به دید خودش توصیف میکنه، به دار کشیده شد تن غمین ما بارها، غمین که میشه ناراحت، اندوهگین. این تن اندوهگین ما رو بارها به دار کشیدن، بارها همون ستاره بودیم که دریده شد و اینها، و تماشا بود نصیر کفتارها، این کفتارا لاشخورا، اون جیره خورا و سگهای پاچه بگیر و اینا، اونا داشتن تماشا میکردن، تو هزار زن تو هزار غریب، کنار هزار مرد، فرزند اعدام زمین، که این اجتماع همه اینا بغل هم بودن دیگه. خسته از جسارت، یه شهر بعد غارت، تلاش میکنم انتخاب، اما یه کوه غم توم دفنه از شرارت، هنوزم در به در میرم، جر خورد قلبم از بس که جنگیرم. خسته از جسارت، یه شهر بعد غارت، تلاشو میکنم انتخابو، اما یه کوه غم توم دفنه شرارت. فکر کنم کاملا واضحه دیگه، هنوز در به در میرم، جر خورد قلبم از بس که جنگیدم. قلبو باید بدی بره خیلی جاها و جر میخوره قلبت، چون بعضی جاها شاید اون چیزی که خودت میخوای نیستی، مجبوری انتخاب کنی که اینجا یکیو نابود کنی، دورت میرن یه سری آدم وقتی تو اینو انتخاب میکنی، میدونی، و اونجاست که قلبت جر میخوره، یا صحنه هایی که میبینی از همرزمات که دارن از بین میرن. میدونی چی میگم؟ سرد و زخمی میرسه بهار، من هر بار از ته لحظه ترسیدم، رقصیدم تو سایه شیطان، در حال فرار از دست 9 میلیارد انسان، تو این خلع بیگانگی مواجه زخم‌های روح زیر سیلان، هر بار گلوله کرد امید و رنگ خون. سرد و زخمی میرسه بهار، شاید اون لحظه که داره بهار میرسه این جنگجوها دیگه اون حاله رو ندارن با اینکه پیروز شدن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ البته که خیلی هم میتونه ربطی نداشته باشه. من هر بار از ته لحظه ترسیدم اینکه آخرش چی میخواد بشه، رقصیدم تو سایه شیطان، در حال فرار از دست 9 میلیارد انسان. آدم گوشه نشین چجوری، چرا 9 میلیارد؟ یعنی کل جهان رو یه جوری، اصلا دنیا رو اوور تو این داستان، تو این خلای بیگانگی، این خلایی که ما بیگانه ایم، غریبیم با همه اینا، این خلای ساخته. مواجه زخم های روح زیر سیلان، سیلان که جاری شدن آب دیگه، البته اسم سنگ و یه سنگ و اینا هم هست که اونا اصلا به این ربطی نداره، وقتی داره اینو میگه منظور همون جاری شدن خونه. هر بار گلوله کرد امیدم و رنگ خون، میدونی، این ترس از اسلحه، حالا یا دوروبری ها رو کشتن یا هرچی برای اون امیده رو میکشت و یکم آدم سرتر میشه تو این داستان. های روح زیر سیلان، هر بار گلوله کرد امید و رنگ خون، میخورم به پوچ پا میشم که بدونم که زندم، میخونم بدونی چی گذشت بمون، یه سرزمین هاشیه نطفه دارم، یه باغ از خلق میونه حفره ها دفت، تو این خاک انسان کشت جویبار خون، من هر کی رو شناختم مرد کنارم.
ببین کلا البته میتونه شرایط الانم نباشه و کلا این فرقش با بقیه و اینکه زندگی خودش این لحظه های جنگ تو وقتی میخوای از این پایین بیای و مسیر خودتو بسازی و ستاره بشی این داستان ها این دیدم داره. حالا هر بار گلوله کرد امید و رنگ خون میخوردم به پوچ، یعنی هر وقت که اون امیده از بین میرفت به خاطر زور گلوله میخوردم به پوچ، به پوچی پا میشم که بدونم زندم. مشخصه میخونم بدونی چی گذشت بمون. چی بود شرایط؟ یه سرزمین حاشیه نطفه دارم، یه باغ از خلا میونه حفره های دف. اینو دقیق نمیدونم دقیق منظورش چیه. یه سرزمین حاشیه نطفه دارم از خلا میونه حفره هام. نطفه که معلومه دیگه چیه داستانش، ولی یه سرزمین حاشیه چرا علی سورنا یه سرزمین حاشیه داره؟ به خاطر حاشیه‌ای که همه درگیرشیم روزمره و اینا تو مغز همه هست. یه باغ از خلا میونه حفره های دف، تو این خاک انسان کش جویبار خون، من هر کیو شناختم مرد کنارم. خاک انسان کش جویبار خون، من هر کی رو شناختم مرد کنارم. از تبار آزاد و به میله میبستن، شبانه کشایی که از سپیده میترسن. در رنده ها رو باید دریدن، اگه درنده نبودم به هم نمیرسید فرهنگ. هر سوار آزاد رو به میله بستن، حالا زندان کردن یا اعدام کردن. کیا؟ شبانه کش‌هایی که از سپیده میترسن، اونایی که تو این ظلمات تاریکی کارشون رو میبرن جلو و از این که نگاه‌ها باز بشه و روشن بشه معلومه چه خبره میترسن. درنده ها رو باید درید، من اگه درنده نبودم به هم نمیرسید فرهنگ. جنگی که اون درنده ها دارن میدرن و این فرهنگ رو ما میخوایم اینجا زنده نگه داریم، جایی که این ظلمات هست. پس ما هم اگه نمی جنگیدیم به همون نمی رسید فرهنگ. اونه کفتارها لباس دلا گذشتم من از نقاب ها، رازم و توی گوش فاحشا خوندم شعر بیداری می چرخه تو تخت خواب ها. ولی میونه کفتارها لباس دلا گذشتم من از نقاب ها، رازم و توی گوش فاحشه ها خوندم، من یه فاحشه لختم حجابم کنید، شعر بیداری میچرخه تو تخت خواب ها. ولی اوه حاج این خیلی منظور داره. ببین دیدی خیلی آدم ها اینجوری هن که راجب میام میگم مثلا سورنا خیلی بال پوره، بعد میبینی رفتار خودش چجوریه. مثلا خیلی این رسانه ها من میبینم خیلی هم شیرور میگه اینا برای دانلود گذاشتن، که این رسانه ها که اومده بود پوزم میداد میگه ببینی چقدر شیر شده، مثلا چقدر ویو خورده دانلود. یا مثلا میان از سورنا و اینا میگن یه رفتاری میکنن عجیب، یعنی خود یارو خوابه ولی شعر بیداری علی سورنا پخش میشه توی تخت خوابش. خب چی شد مثلا چجوریه؟ من میشم چی چیزی میگیری چی دارم بهت میگم؟ این خیلی عجیبه. مبارزه از یادمون نمیره، تو این خاک مرده هر روز میروی میله سوز. از بانگ انسان میشکنه استخون زندان رو، و خیه های سر پاره میشه و خون احساس های مرده تازه میشه. تو یه زندانی میکشه داد تا به کار بزرم و برابر و آزاد. توم یه زندانی میکشه داد تا به کار بزرم و برابر و آزاد. بابا بنازم بنازم کورسی کار بودین؟ مبارزه از یادمون نمیره، تو این خاک مرده هر روز میروی میله سوز. از بانگ انسان میشکنه استخون زندان رو، و خیه های سر پاره میشه و خون احساس های مرده تازه میشه. تو یه زندانی میکشه داد تا به کار بزرم و برابر و آزاد. باز بزنیم برای فرار از قوانین سختگیرانه کپی رایت در یوتیوب. بزرم و برابر و آزاد. میدم تو وجودم صبحو، میشکونم من این قپو، که آدم ها به زبون بیارن سیاه و سرخو. خوب گوشات رو پر کن، فکرت رو بکن کنترل، که یاد بگیری فرق تخیل و توهمو. برید روزگار کلی زبون تندو، کلی قول سیاه من تو کمود، کی نشنیده تو اینجاش که کاملا واضح بود که میشکونم این قبهو که مردم به زبون بیارن سیاه و سرخو. خوب گوشاتو پر کن، فکرتو بکن کنترل، که یاد بگیری فرق تخیل و توهمو. رو جنس سری توهم میزنی؟ توهمی شدی یا نه واقعا قدرت تخیلت بالاست؟ میدونی چی داره بهت میگه؟ آخ بعضی جاها که چقدر توهم دارن دوستان. بریده روزگار کلی زبون تندو، کلی غول سیاه مونده تو کمد. ولی حاجی میدونی به یه چیزایی دارم فکر میکنم. آخه ببین کلا تو آدم بی پروا و فلان و کسی که دنبال یه هدفی فرق میکنه با بقیه و میجنگه برای زندگیش کلا خیلی اذیت میشه، یعنی همیشه تو طول تاریخ هم اینجوری بوده. حالا خیلی ها میترسن کلا از کار جدید، اون کلا
برمیگرده به ذهن. ذهن کلاً اینجوریه که از چیزهای جدید خوشش نمیاد برای اولین بار و شروع کنه به پس زدن و جنگیدن باشه. حالا نمه نمه ممکنه که این مسئله فرق کنه، ولی همیشه چیزهای جدید پس زده میشن و این یه جورایی تنظیمات کارخونه مغز انسانه. و وقتی تو فرق میکنی با یه شرایطی، مثلا تو توی یه محلی هستی که همه آدمای موفقی نیستن و آدم موفق توش نیست و تو داری میری رو به موفقیت، شاید اون آدمایی که دارن باهات مخالفت میکنن یا اذیتت میکنن یا سعی میکنن ببرن سر تو به نوعی قصی ندارن یا داستان رانتی چیزی نیست، میدونی؟ یعنی بهشون نگفتن که این کارو بکن، ولی اتوماتیک این کارو میکنن از رون شاید آگاهی که نداشتن، شاید هم به خاطر اینکه فکر میکنن این داره ازشون جلو میزنه یا هر چیزی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ و اینو ما امروز یعنی دیشب توی اینترنت و این فضاها هم داریم میبینیم و خیلی اون دست از آدما احمقن. جالبش اینجاست که خودشون شروع میکنن نصیحت کردن اینو اون و همچین کارهایی رو متوجهش نمیشن یا میخوان بگن متوجه نمیشیم و یه جورایی دارن کمک میکنن به همون رانت بگیرا و سگای نظام و این داستانا، در حالی که خودشون رانت بگیر نیستن. میدونی حداقل اون کسی که داره رانت میگیره یه چیزی داره به دست میاره و یه اتفاقی افتاده، گرچه که حالا درست غلط چیکار نداریم، باز اون یه سودی داره. اما این اوج احمقی خودش داره به اونها کمک میکنه بدون اینکه هیچ سودی واسه خودش داشته باشه در اصل و در کل، و خیلی حماقته. بعضی جاها میشه کمی فکر کرد و خیلی جالبه، خیلی از آدمایی که فاز نصیحت و کتاب بخون و اینا دارن من اینجوری هم خب چه جوریه؟ مثلا مگه میشه مثلا تو کتاب بخون باشی و دنبال این نگری که ببینی این چی داره میگه، میدونی؟ یا مثلا اگه چهار تا رفرنس میزنه بری پیدا کنی، حالا بری فیلم مربوطه رو ببینی، بری کتاب مربوطه رو بخونی یا اون موضوع مربوطه رو راجبش بری تحقیق بکنی. پس چه جوری؟ پس تو چه جوری میگی کتاب بخونید و فکر کنید و نصیحت میکنی، بعد تو آهنگ نصیحت میشه؟ بعد من نمیدونم آیا آگاهی خوبه یا بد در کل، چه جوریه نصیحت کردن خوبه یا بد، چه جوریه؟ میدونی چی دارم میگم؟ بریده روزگار کلی زبون تندو، کلی قول سیاه مون تو کمو، کی نشنیده تو باغ حسرت صدای بلبل، هر کاری خواستی بکن که اگه نکردی تنگ کردی کلی خلقو، دنبال این نیستم که بدم سمت زوبت، من همین پشت جام خوبه، یه کمی گنده میشی میبینی که جامعه الگو بودن و چه زود میکنه فروبت، بعدم میخنده به سقوطت. حاجی اینو چند وقت پیش با یکی از بچه‌ها داشتم صحبت می‌کردم، این تیکه رو چقدر خوشحالم که همچین حرفی اینجا داره میزنه. حالا اول از این که میگه دنبال این نیستم که سمت سو بدم، به صرفا دارم حرفام میزنم اینجا چه خبره و اینا، من همینجا هم جام خوبه. یه کمی گنده میشی میبینی که جامعه الگو بودن رو به زور میکنه فرو بت، بعدم میخنده به سقوطت. و این واقعیت چقدر هست. با یکی داشتیم صحبت می‌کردیم که خیلی آدما بهش پروبال دادن توی داستانی بیاد بالا و بعد هم اونها زدنش زمین، و قبلش هم با یه رپری داشتیم صحبت می‌کردیم و این اون موقع تو ذهنم نمیدونم چرا افتاد تو ذهنم، گفتم بعد بهش فکر کردم دیدم واقعا همچی چیزی هست. آدما ازت بوت میسازن که بزننت زمین که بگن ما بوت شکوندیم، آدما گندت میکنن که بعد زمین خوردن تو ببینن حال کنن، و این اتفاقی که توی سوشال مدیا و جاهای دیگه خیلی میبینیم. همونا بهت پروبال میدن، شعرت میکنن، یو یه شبه یارو میاد بالا فرا پس فرا توی توییتر، این کیه، چرا ببین اینجوری کردی، چرا اینجوری، چرا اینجوری، بعد داری میخوری زمین، هیچ کی نمیگه بابا حیف این استعداد، بابا این بنده خدا مثلا خفن بود، میشینم میگه عدیدی این اومد پایین، عدیدی باحاله. راجب خیلی های دیگه هم هست. من چند وقت پیش میدیدم توی همین تلگرام و اینا طرف اومده بود اوج حماقت، اوج خریت، اوج بدبخت بودن یه انسان اینه که دنبال بدبختی یکی دیگه باشه، حالا به هر شکل. میدونی اجرای عدالتی نیست که یکی به خاک سیاه بشینه، میدونی چرا من میگم؟ من نوشته بود که وای چقدر خوب میشه مثلا فیلتر یوتیوبو وردارن فلانی دیگه نتونه پول دراره، بگا بره بخندیم. یعنی حاضره، حالا فیلتر برداشتش خوبه، برای همه هم خوبه خدا رو شکر، اصلا ور دارن راحت بیان ببینیم با هم در ارتباطیم، ولی مثلا اینجاست که تو به این فکر نمی‌کنی که آقا فیلتره ورداشیش من راحت برم هر چی می‌خوام ببینم، به این فکر می‌کنی که فلانی بدبخشه. خب اولا که فلانی بدبخشه، همه بدبخت میشه، یعنی یه جامعه گنده بدبخشن که تو بدبختی یکی رو ببینی عشق کنی، خب همینه که تو گوهی. میدونی وقتی طرز فکر اینه همین میشه. یه کاریکاتوری هست خیلی هم قدیمیه، نشون میده که آقا تو اروپا یه نردبون رو نشون میده که دارن مردم میرن بالا، همه دارن با هم کمک میکنن برن بالا، نردبون گشته، حالا نمیدونم کاریکاتور ایرانیه یا نه ولی دیدمش چند جا، یه نردبون این ور ایران همه دارن همو لگد میزنن، اون یکی داره بالایی رو میکشه پایین، میگه که بابا اون بره بالا و رفتی بالا تو دست اینو بگیر این بیاد بالا. همین جوری
اینجوریه. خب تو وقتی داری به این فقط فکر میکنی که فلانی بدبختشه، از اون ور ببین این داستان انرژی فرستادنه هست، ما با جهان هستی هی داریم تبادل انرژی میکنیم. ثابت شده که مغز فرکانس میفرسته، فرکانس میگیره و وقتی به یه چیزی فکر میکنی رو تأثیر میذاره به صورت کامل. یعنی وقتی تو ذهنت میترسی، اون هورمونایی که زمان ترس ترشح میشه تو بدنه ترشح میشه، آدرنالین فلان بهمان بیسار. وقتی به یک تصویر جنسی فکر میکنی فقط، ممکنه حتی اریزا تو اتفاق بیفته و اون حس تحریک تو تک تک اعضای بدنت میره و این تأثیر داره. حالا تو صبح و شب داری به این فکر میکنی، به این چیزا اینجوری، خب اینا همون حس و حال خشم و نفرت و این چیزا رو داره تو تولید میکنه و از اون ور داری میفرستی چه با اشتراک میذاری خیلی پر و بد فاز نقد و فلان. مگه میشه اصلا؟ بابا اول آدم به یه آرامش درونی میرسه، میره ببینه اصلا چه خبره، اول ضعفای خودشو درست میکنه، اول یاد میگیری که آقا من کامل نیستم، من آدمم، بعد اینو درک کنی اول و بعد درک کنی که بقیه هم همینن و بعد اونجا تو اون حالت شروع کنی حرف زدن. مگه نه یه موش حرف، حالا دو جا شاید درست باشه ولی آرزوها فلان، طرف منتقد رپ فارسی داره آهنگ دانلودی میذاره، اون بدبختی فلانی رو ببینیم، برید اینو دانلود کنید یارو ویو نخوره مثلا دارشه. چه فازیه حاجی؟ بعد همش تو اینیم که چرا یکی که قدرت داره داره ظلم میکنه؟ خب شخصیتش مثل توه، اون دستش اومده، قدرت دستش اومده داره استفاده میکنه، تو هم همون چیزی که تو فکر میکنه اونم داره فکر میکنه، فقط اون پولشو داره، قدرت جش هم داره میکنه، فرق کجاست؟ فرق فقط اینه که بگیم اونم بد کرد. میدونی چی دارم بهت میگم؟ عجیب است. منو چه زود میکنه فروبت، بعدم میخنده به سقوطت، همه یه سرگرمی ساده این واسه توده و زندان یه فکر پشت نگاه خشک و محدود و فرسوده، وقتی گم بشی تو خودت دیگه مهم نیست کدوم بره در خونه. یه سرگرمی این واسه توده، توده همونه که خیلی هم گفتن توده یه کمونیست اینا داره اینجا که میگه واسه اونا هم سرگرمیم، یه زندان فکر. این توده منظورش چیز دیگه است، نمیدونم، مغز من رفت اونجا چون این حرفا رو این چند روزه میدیدیم. پشت نگاه خشک و محدود و فرسوده، وقتی گم بشی تو خودت دیگه مهم نیست کدوم ور در خونه. یه نکته ای هم اینجا اضافه بکنیم، خیلی هم میبینم هی دارم میگن آقا اینا کمونیستن، ایده های کمونیستی، درباره کمونیست دارن صحبت میکنن. ببین من هیچ جا ندیدم راجع به این صحبت بکنه که بیاد راجع به این صحبت. همینجا هم که حالا من اینو اینجوری برداشت میکنم که دارن نشون میدم اونورم مخالفم، صرفا با این دوتا که هم آخوند هم اون شاه و اینا مخالفه. راه حل کمونیستی من نمیبینم، تا همینجا ترکه چهارم ما راه حل کمونیستی ندیدیم. ببین راجب یه سری چیزا داره صحبت میکنه. ببین من به راه حل های کمونیست کاری ندارم، اتفاقا من خیلی نمیدونستم اینا چیان، دیروز رفتم کلی خوندم وقتی دیدم همه دارن میگن اینا کمونیستن فلان، به ما رفتم خوندم. ببین این یک ایدئولوژیه که یه راه حلی میده، من با راه حلش اصلا موافق نیستم، اما اون ریشه ای که داره بهش نگاه میکنه درسته. یعنی چی؟ میگه آقا وقتی سیاست و دین با هم ترکیب میشه که نباید ترکیب بشه، فلان اتفاقا رو میندازه، همونی که میگه آقا این زنجیر میشه به گردن مؤمن، یا این اختلاف طبقاتی خیلی زیاد و اینکه قدرت ها دست یه سری آدم باشه و اینها یه سری موزل ها داره، و اینکه حالا اینایی که حالا به عنوان امامه دار یا تاج و اینا خیلی سلطه دارن رو این داستان، خودش یه سری مشکلات رو رخ میده. خب مگه همچی چیزی نیست؟ داریم میبینیم، یعنی اگه سلطنت درست نباشه یا مثل ایران همچین وضعیتی باشه، میبینیم چه اتفاقی داره میفته. خب این مسئله درسته، اونم از یک مشاهده ای اومده دیگه، که قدرت افتاده دست یه سری کسایی که فقط میخوان سوء استفاده کنن، این اختلاف طبقاتی رو زیاد کنن. حالا راه حلش من دوست ندارم و نیستم و اینم همینه. و اگه اینجوری حساب کنیم که بهرام و سورنا اینا همه کمونیستن، نه اینورو قبول دارن نه اونورو، پس کمونیستن و دارن اختلاف طبقه و اینکه حالا دین چه بلای سر ما آورد اینا میگن، خب این چیزیه که واضحه و خیلی های رپرهای دیگه هم دارن راجع به اینها میخونن، پس اونها هم همه کمونیستن؟ نه، اینا راه حل اونو که دارن ارائه نمیدن. یعنی من توی هیچ جای این تکس ندیدم که همچون راه حلی بیاد ارائه بده که بگه آقا اینجوری ما عمل کنیم درست میشه، من ندیدم همچی چیزی. و خود من هم مخالفم، چه با شاهنشاهی چه با هم، اصلا اینکه قدرت بیفته دست یکی، به هر حال یه جا ممکنه این چی بزنه بیرون. دوم، من اینو متوجهش نمیشم، یه شخصی که سالیان سال از ایران خارجه، کارش معلوم نیست چیه، از کجا داره پول در میاره، عملکردش معلوم نیست چیه، چون هیچی ما داده نداریم که این بابا چیکار کرده، صرفا ایران پدرش بود فاضل، از فضل پدر اینو چه حاصل، میدونی چی دارم میگم؟ و اصلا معلوم نیست چجوری گذرونده زندگیو و هیچ کارنامه‌ای نداره، رزومه‌ای که ببینیم این چیکار کرده. همه اینها مبهمه به صورت کلی و کامل، فقط خوب حرف میزنه. خب اون حرفا رو منم تو ویدیو دارم خوب میزنم، بیان رایم جمع کنیم واسه من ها، نمیشه
میدونی چی دارم بهت میگم؟ فلان آرتیست هم شاید داره خوب حرف، اصلا چی حالا مگه اصلا چه میدونم سیاست و عدالت و اینا موروثیه؟ یا اون زمانی که تو توی قدرت قرار میگیری ممکنه درگیر یه سری اتفاقای درونت بیفتی که یه سری کارهای دیگه انجام بدی، اینا اصلا چه جوری؟ من اینو نمیفهمم، چرا باید کورکورانه آیندمون رو که انقدر مهمه بندازیم دست هر کی؟ حالا هر کی میخواد باشه، ببین چی دارم میگم. حالا الانم که نه به داره نه به باره کلا، ولی کلا اینو دارم میگم. و حالا اگر مخالف باشه با این داستان چرا؟ چون این چرا میشه کمونیسم میدونی؟ و این اوج مخالفت رو من درک میکنم، چون ما فقط داریم یه خوش زبونی میبینیم، فقط داره حرف میزنه، هیچ اتفاقی هم ازش ندیدیم هیچ وقت میدونی، و هیچ رزومه کاری نداره. خب ما چرا باید کورکورانه اینو از قبل تعیین بکنیم؟ چون پهلوی زمانش خب نه، اینم دقیقاً مخالف آگاهیه. اصلا آگاهی همچی چیزی رو نمیگه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اینجوری حالا راه حل چیه، فلان چیه، بهمان چیه، من نمیدونم. اصلا کار من نیست، زمین بازی من نیست. من فقط به عنوان یه شهروندی که دوست دارم وضعیت ایران درست بشه و بتونم تو ایران نفس بکشم برگردم ایران، اینه ذهنیتم. بقیه شو من نمیدونم، زمین بازی من اصلا این که حالا چه اتفاق میاد بخواد بیفته یا چه راه حلی هست، اون زمین بازی من نیست و توش شاید من یه آدم کودن احمق باشم. میگیری چی میگم؟ من خودم رو دوشم میکشم و توی کوچم، من دنیا فارقم، منم پرم و هم پوچم، موسیقی میشم تو گوشم، من مخلوق و خالقم. hey. منم تنها و هم توجم، من بیرونشم، من توشم، کلن متناقضم ولی صاف و صادقم. میخوای بازم از این قصه ها بگم؟ من از این دنیا فارغم، من هم پرم هم پوچم، موسیقی میشم تو گوشم، من مخلوق و خالقم، من هم تنهام و هم تو جم، هم بیرونم هم توشم، کلن متناقضم ولی صاف و صادقم. میخوای باز از این قصه ها بگم؟ خیلی بالا، از این دنیا فارغم، تو خامنی آزاد. من هم پرم هم پوچم. این پری و پوچم خیلی میتونه جالب باشه، ولی هستیم هممون، هم پریم هم پوچیم. توی مسئله ممکنه پر و صاحب نظر و مسیرگشا باشیم، توی خیلی از مسائل ممکنه احمق و نادون و ناتوان. میدونی هم پریم هم پوچیم. موسیقی میشم تو گوشم، من مخلوق و خالقم، من یک مخلوقی ام که خلق میکنم، من تنهامو تو جم، شاید تو همه جمعا دارم پلی میشم، هم بیرونم هم توشم، کلا متناقضم ولی صاف و صادقم. و کلا حاجی آدم زنده و آدمی که فهم کنه به نظرم خیلی متناقض میتونه باشه. میدونی مثلا من موهام صورتیه، عاشق بهرام و سورنا، من وقتی یکی میبینه میگه این چی هستن، این مثلا قضاوت کنه مثلا اینجوری که موهاش صورتیه یارو، ولی همین شعرهای سورنا بهرام و حفظم متناقضن. اوکی یکم دیگه از این قصه ها بگو بهرام جان. میخوای بازم از این قصه ها بگم؟ دنبال سایه های توتم، بهشون فضا بده تا بهشون صدا بدن. بهار پایان حیاته، واسه ما تکه های یخ، قوت بر رو دریای قصه های من. دنبال سایه های توتم، بهشون فضا بده تا بهشون صدا بدم. بهار پایان حیاته، واسه ما تکه های یخ. بهار پایان حیات، شاید دشمناس و بر ما، ولی تکه های یخ نمیاد. اینو متوجهش نمیشم، یه جور خاصی داره میگه. بهار پایان حیاته، چرا بهار پایان حیاته؟ واسه ما تکه های یخ، قوتور رو دریای قصه های مرگ. اینو نفهم، بهار پایان حیاته، بهشون فضا بده تا بهشون صدا بدم. بهار پایان حیاته، واسه ما تکه های یخ، دریای قصه های مرگ. یه پاز بزنیم در حالی که داره صدای سوختن چوب میاد این زیر، که چه صدا آرامش بخشیه، خیلی حال میده. تو یوتیوب بعضی وقتا من سرچ میکنم باش میخوابم. مبارزه از یادمون نمیره، تو این خاک مرده هر روز میرویه میله سوز، از بانگ انسان میشکن استخون زندان رو، و خیه های سر پاره میشه، و خون احساس های مرده تازه میشه. تو یه زندانی میکشه داد تا به کار بزرم و برابر و آزاد. مبارزه از یادمون نمی کورس بهرام بهتر از سورنا خون. تو این خاک مرده هر روز میرویه میله سوز، از بانگ انسان میشکن استخون زندان رو، و خیه های سر پاره میشه، و خون احساس های مرده تازه میشه. تو یه زندانی میکشه داد تا به کار بزرم و برابر و آزاد. بنازم فراز کپی رایت. پروداکشن های اشکان موسوی و پیمان‌نگار رو من
تو این آلبوم دوست دارم. این موزیک کمترین علاقه رو از من به خودش داره. چه وضع توضیح بود؟ کمتر از همه دوست داشتم. چون شعر بیداری بود. شعر بیداری این همچین اسمی که میاد اسم انتظار میسازه وقتی میخونی. دنبال یک مفهوم ساده تر و شعری که باعث بیداری بشه بودم. از لحاظ محتوایی چندان فرقی با ترک‌های قبلی نداشت و راجب این بود که آقا من تو این شرایطی که انقدر اینجوریه که داشت توضیح میداد اینو انتخاب کردم و این بهاها رو دادم و به نظرم واسه اینکه این تأثیر شعر بیداری باشه و واقعا در عمل شعر بیداری باشه روی کرد باید متفاوت می بوده. میدونم که فاز این که انگیزه بدن و فاز این که میدونید بگن برو اعتماد به نفس رو تقویت کنن اینا ندارن، ولی میتونست متفاوت تر باشه. یعنی این تو وقتی همچین اسمی رو میبینی روی شعری من انتظار دارم که موندگار بشه، ولی اینجوری به نظر من این آهنگ نمیتونه بشه. و یه کوچولو نسبتاً تا اینجا خب 4 تا ترک گوش دادیم تکرار مکررات طور بود و کمترین امتیاز رو میگیره از ترک‌های آلبوم و تونست تعریف دیگری داشته باشه شعر بیداری، برای اینکه مبارزه یادمون نمیره تو این خاک مرده هر روز میله میروه و فلان و بهمان و اینها، نه همون تکرار مکررات هست که خب اونها هم پس شعر بیداری هست. میدونی چی دارم بهت میگم؟ آهنگ اسمش و کانسپت ته داستان یکیه، باید خیلی به نظرم دایرکتر باشه و یه جوری که واقعا همون شعر بیداری بشه تو تاریخ. میدونی چی دارم میگم؟ یکم خیلی کمالگرایانه است، ولی انتظار رو داشتم ازشون، ولی این گونه نبود. خلاصه این آهنگو کمتر از بقیه دوست داشتم. بریم برای ترک سنگسار که خیلیاتون هی دارید کامنت میذارید اینو اول برو این فلان این بهمان اینجوری، بریم ببینیم اون چه جوریه. 32 دقیقه ویدیو ضبط کردیم ببینیم از ادیتش چقدر میاد. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.